میگم آیس میخوام راجع به این بیشتر صحبت کنم که چه اتفاقی افتاد که یهو هو ماسلی لیسنرایی که داشت تو طول یه ماه از تو طول یه سال ببخشید از بگم چقدر بود چهل میلیون رسید به 25 میلیون چه جوری توی این فاصله انقدر ماسلی لیسنر از دست داد و راجع به این صحبت میکنیم که چه جوری اینداستری پلنت بودن کلا توی دنیا داره تغییر میکنه تعریفش داره تغییر میکنه استراتژیایی که به کار میگیرن واسه پروموت کردنش داره تغییر میکنه و خود اصلا ذات اینداستری پلنت بودن داره تغییر میکنه در این موضوع صحبت میکنیم ولی قبل از اون تری من بکشم آیس اس وایس خب یه دراپ خیلی دراماتیکی و توی ماسلی سنراش توی سال اخیر تجربه کرد توی یه سالی که گذشت آیس سپایس یعنی اول سال گذشته جون سال گذشته چهل میلیون مانسلی لیسنر داشت موقعی که تو حادترین وضعیتش بود مانچ اومده بود بیرون تازه برندش و ملت داشتن میشا... میشناختن و میگم توی اوج شهرت و کلاوتش بود آرای خیلی زیادی داشت به اصطلاح و الان بر از اینکه یه مدت کمتر فعالیت داشته و هنوز و این عکس این اسکرین و این مجموعه خبرایی که الان دارم بهتون نشون میدم که همه جای اینترنت هم هست دقیقا واسه زمانیه که داشت رول اوت آلبوم وای تو کی رو انجام میداد خب و یه مدت غیر فعال بودن و ترک کم ریلیز کردن باعث میشه که ماسلی لیسنرت کاهش پیدا بکنه کلا یه موردی وجود داره یه عاملی وجود داره اینه که ماسلی لیسنر خیلی شاخص راحتیه واسه این مقایسه کردن مثلا یه آرتیست با خودش یا آرتیست با یه نفر دیگه ولی شاخص خیلی غلط اندازیه واسه اینکه خیلی راحت قابل منیپیولیت کردنه و این قابل منیپیولیت کردن بودنش و راحت در دسترس بودنش و انقدر استفاده ازش تو مقاله های رسمی که تو سایت ها میبینیم همه و همه به نظر من به این سمت داره گرایش پیدا میکنه که این ماسلی لیسنرا اهمیت بیشتری تو ذهن مخاطبا پیدا بکنه حتی از دادهی فروش هفته اولی که مثلا آرای ای, ای داره میده بیرونم ارزش بیشتر و چی کلاوت بیشتری رو به همراه داشته باشه حجم زیادش و اون موقع موقعیه که میتونن اینداستری پلنت ها رو راحت تر پیش ببرن و سریعتر به اون سطح شهرتی که میخوان برسونن خب آش اسپایس خیلی پوینت های مشخصی واسه شهرتش داشت یعنی هیکلش ویژوال منحصر به فرد مثلا یه رتد سیاه پوست بودنش از اون طرف اسمش چیه؟ مثلا اینکه تو هفته اولی که شناختیمش دریک هواپیما گرفت بردتش کانادا یه هفته باش گذروند میبینیش میگم از موقعی که شروع به فعالیت کرده یه هم مثلا اسمش چیه؟ رتبه یک مثلا چی بگم رتبه یک دخترای خوشگل و خواستنی اینداستری پاپ آمریکا اینداستری اینداستری آمریکا رو واسه خودش گرفته خب بعد از اونجا از اون فرصت داره خیلی داره استفاده میکنه خیلی خوبم داره استفاده میکنه تا نهایت پولو بتونه در بیاره و نهایت پولو واسه لیبلی که باش قرار داد داره در بیاره و به نظر میاد توی سالهای اخیر یکی از موفق ترین اینداستری پلنت هایی بوده که تا حالا دیدیم لیبل ها اومدن و توی این دوران نوین از صنعت موسیقی موفق شدن اینقدر محکم و سریع بیارن و معروفش بکنن بعد از آیس اسپایس سکسی دیدیم که تقریبا با یه همچین فرمولی با یه مقدار اسمش چیه؟ واریانس اومد و تونست خیلی بهتر کنه و معروف بشه اما آیس اسپایس به نظر من اون اسمش چیه؟ لول اولیه که ما داریم این مدل سوپر هایی که توی کارخونه ساخته شدن رو باهاشون مواجه میشیم حالا یه بحث دیگه ای که وجود داره هرچی این داستری پلنت به وجود آوردن راحت تر میشه و هرچی دستکاری کردن یه شاخص هایی مثل شاخص مانسلی لیسنر اسپاتیفای که شاخص خیلی مهمیه واسه آرتیستا راحت تر میشه همونقدر که میبینیم لیبل ها استفاده میکنن از این شاخص ها واسه اینکه آرتیست های خودشونو گنده نشون بدن لیبل ها از این شاخص ها استفاده میکنن تا آرتیست های لیبل های رقیبشون رو در حد، غیر در حد نشون بدن و بد نشون بدن و این اتفاقی که دقیقا قبل ریلیز آلبومش افتاد و راجع به این موضوع صحبت میکرد که آیس اسپایس تو یه سال اخیر سی میلیون ماسلی لیسنراش ریخته که تقریبا دیدیم تو همه سایت هایی که هیپ هاپ دارن کاور میکنن هم راجبش حرف زده شد به نظر من یه رپورتاج خیلی جهدهی شده واسه ی... سرمه زدن به فروش آلبوم وای تو کی آیس اسپایس و سرم زدن به اون تصویر پاپینگی که از آیس اسپایس تو ذهن مردم وجود داره یعنی واسه اولین بار است که کلا توی این چرخه مدیا توی مدیا سایکل میبینیم که در مورد آیس اسپایس داره یه حرف بد زده میشه تقریبا الان یه سال و نیمه که ما جز تعریف و اسمش چیز خوب و این چه خوشگله و این چیزا از آیس هیچ چی دیگه دریافت نکردیم و اولین بار که داریم میبینیم یه سری فیدبک منفی داره دریافت میکنه و میگم این فیدبک منفی به نظرم خود فیدبک منفی هم معماری شده از همونطور که کریر خود آیس اسپیس خیلی معماری شده بود و خیلی مشخصه که این اسمش چیه ماسلی لیسنر چرا از دست رفتن ناگهان ماس لیسنر چیه هر کسی که میاد توی فرض کن یه آرتیست یه سری پروژه مال خودش داره یه سری پروژه که توش با یه سری آرتیست دیگه همکاری کرده و یه سری پروژه آرتیست دیگه که خود که آرتیستی که داریم صحبت میکنیم توی پروژه آرتیست دیگه باش همکاری کرده یعنی یه بار من خود مین آرتیستم یه بار فیچرد آرتیستم خب آیس سپایس توی چند ماه قبل آلبوم به نسبت فعالیتی که تو سال گذشتهش داشت سکوت نسبی رو تجربه کرده بود و یه سری کارای سینگل سولو فقط بیرون داده بود ولی اون موقعی که راجب اون ماسلی سنر را داریم راجبش صحبت میکنیم زمانی بود که فیچراش با نیکی میناج داشت میومد بیرون زمانی بود که فیچراش با تیلور سویفت داشت میومد بیرون زمانی بود که فیچراش با پینک پنترس اومده بود بیرون و این اصلی سنر را یعنی همون طوری که یه لیبل میاد و از این فرصت استفاده میکنه تا با یه چنین فیچرهایی ماسلی آرتیستش یعنی آیس سپایس رو به چل میلیون برسونه باید به فکر اینم باشه که این کلمه مانسلی خیلی اهمیت داره ترکی که با تیلور سویفت آیس سپایس داده شاید تا 6 ماه مثلا 20 میلیون مانسلی لیسنر آیس سپایس رو بالا ببره ولی بعد اون 6 ماه موقعی که زیر پای اون ترک خالی میشه و تیلور سویفت واسه طرفداراش خوراک جدید ارائه میده اون موقع میبینیم که یه چنین اتفاقی میفته و هم این اتفاق واسه اون دو تا فیچر همزمان افتاده پس کن یه دونه فیچر با نیکی میناش و یه دونه فیچر با تیلور سویفت دوتاشون همزمان یه هوب به دوره انقضاش تقریبا رسیدن و در کنار سکوت آیس اسپایس ای در کنار اینکه پروژه ای و موقعی که داریم این ماسلی لیسنه رو میبینیم بیرون نداده و در مقابل اینکه به نظر میاد به نسبت یه مقدار اون آتیش اولیش خابیده خیلی قابل پیش بینی بود به نظرم که همه اینا دست به دست هم میده و باعث میشه ما یه چنین اتفاقی رو دریافت بکنیم اگه قرار... واسه این من میگم معماری شده است یه چنین خبری که توی سایت های مختلف واسطاب شد داده شده که اگه قرار باشه ما هر آرتیستی رو اینجوری رصد بکنیم و نوسان چون نوسان ماسلی لیسنر از نوسان تقریبا هر شاخص دیگه بیشتره به خاطر اینکه میگم خیلی راحت قابل دستکاریه اه... آدم های مختلف و شیوه های مختلف از این قابل دستکاری بودن استفاده میکنن و اونو تغییر میدن ولی میگم چیز غیر منتظره اینه نبود و اینکه میگم تو همه سایت های او همزمان شروع کردن راجبش صحبت کردن به نظر روی این تئوری که معماری شده است و یه هزینه پشت این داستانه که دقیقا قبل ریلیز آلبومش یه داستان بعدی یه روایت بعدی هولوش برند آیس اسپایس به وجود بیارن من اسم ایده پشت این داستان اینه. خود موزیک های اسپایس هم ناکن من جذابیت موزیک آیس اسپایس رو میفهمم و میفهمم که اسمش چیه کلا این دوره ای که داریم توش زندگی میکنیم دوره ای که تو آخرش هم داریم به سر میبینیم به طرز عجیب غریبی ولی دوره ای که دوره پسانیکی میناژیه که آیس اسپایس تقریبا بهترین ورژن ممکنشه یعنی همه ویژگی هایی که باعث شد نیکی میناژ به این سوپر که امروز هست تبدیل بشه رو در نظر بگیرین به توان برسونید و به پولیش شده ترین حالت ممکنش تصور بکنید اون موقع محصول نهایی که دریافت میکنید یه چیزی شبیه آیس اسپایس خب تقریبا اون اسمش چیه غول آخر فیمیل رپ پست نیکی میناژی و همونطوری که این هوفیز دنیا داره تموم میشه میبینیم که توجه به این آرتیستام داره کمتر و کمتر میشه و رسیدن به یه خط قرمزای مثل یه خط قرمز که یه اکستریمای مثل سکسیره به نظرم بیشتر از همیشه نشون دهنده اینه که میگم اه... کلا یه فاز فرهنگی رو داریم پشت سر میذاریم خیلی یعنی تو مقیاس بزرگتر از اینکه بخواد وابسته به آیس سپایس یا سکسی رد باشه به نظرم اون تغییر فاز فرهنگیه توی کل دنیا دارم صحبت میکنم دیگه ما اینجوری نیست که مثلا آمریکا یه اتفاق فرنگی توش بیفته ما تو ایران هیچی ازش نفهمیم تقریبا آیس سپایس همون تأثیری که روی دختر 16 ساله تو آمریکا داره روی دختر 16 ساله ایرانی هم داره با یه درصدی حالا فاصله ولی خیلی نزدیکتر شده من اسم اون تغییر جهانی و اون فاصله که از هوفیز کل دنیا داریم میگیریم چیزیه که گریبانگیر آیس و سکسیرت شده و میشه تو آینده نزدیک و یه چیزیه که باعث میشه جذابیت یه آرتیستایی مثل پینک پنترست مثل کرابو که امروز مفصل راجع صحبت میکنیم انقدر بیشتر بشه مثلا کربو الان یکی از آرتیست جدا از مرد و زن یکی از های مورد علاقه منه و دقیقا نقطه مقابل چیزیه که آیس اسپایس داره ارائه میده اتفاقا ترنزیشن خوبیه بذار موضوع بعدی و بریم راجع به کرابو صحبت کنیم بذار ترک گوش بکنیم